درود بر شما. برنامه بی پرده بی تعارف رو شروع میکنیم. امشب درباره مرگ صمد بهرنگی، آنچه که مشهور شده است به مرگ مشکوک صمد بهرنگی، در این برنامه که پیش رو داریم خواهیم دانست که چرا مشهور شد که مرگ مشکوکی داشته از صمد بهرنگی. آیا اصولا این مرگ در اثر تصادف بود یا توسط ماموران حکومت پیشین، ماموران ساواک مشخصا پیش آمده بود؟ اینا رو در طول برنامه صحبت میکنیم. مهمان امشب برنامه آقای حمزه فراحتی هستند، تنها همراه صمد بهرنگی در سفر کوتاهی که داشت صمد به اون منطقه‌ای که در رودخانه غرق شد. آقای فراحتی، خوش آمدید به برنامه امشب. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و تشکر میکنم که من رو دعوت کردید. سپاسگزارم از حضورتون. من یک توضیح کوتاهی بدم درباره صمد بهرنگی، خیلی خیلی کوتاه میگم، برای شاید نسل‌های خیلی خیلی جوانتر که کمتر صمد بهرنگی رو یا آنچه که امضا میکرد بهرنگ رو بشناسن. صمد بهرنگی در سال 1318 در تبریز متولد میشه، در محله چرنداب، در خانواده تنگ دست و منتها بسیار آدم با استعدادی بوده، بچه با استعدادی بوده، از آغاز در درس خوندن، در فراگیری، در دقت کردن به محیط، اینا رو از این نظر میگم که خیلی زود میشه معلم و همزمان شبها میرفته دانشگاه تبریز، زبان و ادبیات انگلیسی میخونده، خیلی علاقه داشته به یادگیری زبان انگلیسی. خیلی زود قصه نویسی رو شروع میکنه و صمد بهرنگی در واقع نامش با هویت یابی قصه کودکان در ایران گره خورده. قبل از صمد ما قصه کودکان به مفهوم امروزینش نداشتیم اصلا. کتاب‌های متعددی منتشر میشود از صمد همون موقع و کسان دیگری که بعداً مثل مرتضی رضوان و دیگران که قصه کودکان نوشتن، همه‌شون در هر سطحی باشن، پایین یا بالا، به هر حال در واقع از رو دست صمد نوشتن. نه به این معنی که خودشون قصه نویسای خوبی نیستن، به این معنی که قصه نویسی مدرن کودکان رو ما با صمد بهرنگی در ایران میبینیم. باری صمد در این حال یک روابطی داشت اون موقع که دهه 40 خورشیدی با افرادی که به هر حال به مشی مسلحانه علیه نظام پهلوی معتقد بودن یا گرایش داشتن. در این حال همه اینا رو من تیکه تیکه میگم که یک تصویر کلی در ذهن شما بینندگان عزیز باشد. در این حال صمد روی مسائل تربیتی ایران خیلی کار میکرد. کتاب کند و کاف در امور تربیتی ایران مربوط به آموزش پرورش، خب یکی از کتابهای نسبتا مهم صمد، به ویژه روی الفبای فارسی و ترکی خیلی کار میکرد و این کتاب اصولا یکی از گره هایی است که در واقع مربوط میشود به چگونگی مرگ صمد، چگونگی پیوند صمد با حکومت یا پیوند نداشتنش در حقیقت با حکومت، یعنی تن زدنش به هر پیوندی با حکومت وقت، چون اون کتاب الفبا رو میخواست در واقع اون موقع سازمان مبارزه با بیسوادی که مربوط به دربار بود اون رو چاپ بکنه و صمد تن میزنه از چاپ کردن اون کتاب. سرنوشت اون کتاب هم معلوم نیست، به هر حال شاید آقای حمزه فراحتی بتونن یه مقدار اینو روشن بفرماین. صمد بهرنگی در شهریور 47 در رودخونه عرس غرق میشه، 29 سالش بوده. عرض کردم آدم به هر جهت آدم مهمی بود، نه فقط اینکه با مرگش مهم بشه، قبل از مرگش هم چنین بود و وقتی که غرق میشه در رود عرس چند ماه بعد نشریه آرش در اون شماره نشریه بعد از چند ماه، نمیدونم شماره 16 بود چند بود دقیقاً الان خاطرم نیست، درباره مرگ مشکوک صمد به ویژه آل احمد خیلی تکیه میکنه و در واقع این القا میشود به جامعه که صمد رو ساواک کشته. آقای فراحتی، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم خواهش می‌کنم شما بفرمایید که به روال معمول این برنامه، البته بحث بیشتر درباره صمد ولی
خوب است که شما هم بفرمایید که چه زمانی به دنیا آمدید، در کجا، تحصیلاتتون چه بوده است و شما در نیروهای مسلح خدمت میکردید، چه میکردید و زمینه آشناییتون با صمد بهرنگی. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. من متولد اسفند 1319 تبریز محل امریکیز هستم. دیپلم تبریز گرفتم، بعد رفتم تهران در دانشکده دامپزشکی شرکت کردم، قبول شدم. اون موقع ها دانشکده افسری از دانشکده های دانشگاه تهران کادر استخدام میکرد، دانشکده پزشکی، حقوق، علوم، دندانسازی، دامپزشکی، از همشون یه اعلامیه میدادن، روی چیز مینوشتن که مثلا امسال اینقدر میخواییم، که من هم تقریبا در وسط های سال اول بودم، رفتم دانشکده افسری هم شرکت کردم و تقریبا هم لیسانسیه نظامی داشتم هم دکترای دامپزشکی. بعدش وقتی تموم شد، در سال 45 تموم کردم، بلافاصله منتقل شدم تبریز لشکر دو. اونجا بود که دیگه با صمد و دوستانی که قبلا هم میشناختم آشنا شدیم. پس شما افسر وظیفه نبودید چنان که در افواه؟ نه، من افسر کادر بودم. افسر کادر بودید؟ بله بله، خواهش میکنم. افسر کادر چی بفرمایید؟ بعدش هم جریان عرض. بله؟ افسر کادر چی بودید؟ بعدش هم جریان عرض پیش دکتر دامپزشک چیز بودن، رئیس آزمایشگاه لشکر دو تبریز و بازرسی بهداشت محیط بودم. بله، این عکسایی که داریم میبینیم عکسایی است که از کتاب آقای حمزه فراحتی در واقع کپی شده، اسکن شده و داریم میبینیم با ضربدر آقای فراحتی نشون داده میشوند در این عکس ها در امور ورزشی و در لباس نظامی هم هستند که جوایزی دارن میگیرن از مسئولان دانشگاه تهران. از کجا آقای فراحتی؟ شما فرمودین برگشتین به تبریز پیش صمد و دوستانی که از قبل میشناختید. از کجا این دوستان رو از قبل میشناختید و این دوستان کیا بوده؟ بله، من وقتی که دیپلم گرفتم از تبریز، طبعا یه سری دوستانی داشتم. درست سال 40، اولین سالی که دانشجوی سال اول بودم، همراه یکی از دوستان مشترکمون، آقای رسول‌زاده بود اسمش، در خیابان با آقای بهرنگی، صمد بهرنگی، اولین بار در سال 1340 آشنا شدم. همراه اون بچه های دیگه بودن، بهروز دهقانی بود، علیرضا نابدل بود، کاظم سعادتی بود، بهروز حقی بود، برادران کتابفروشی شمس بودن، آقای ایروانی ها، مجید آقا، بعد خیلی از بچه های دیگه که با هم آشنا بودیم. و وقتی من به سال 45 به تبریز اومدم، منتقل شدم، دیگه مشکلی نداشتم، چون در این 5 سال هیچ رابطه من قطع نشده بود، با هم می اومدم تبریز، می دیدم هم دیگه رو. ولی از سال 45 دیگه دیدارامون خیلی فشرده، تقریبا هر هفته 2-3 بار هم دیگه رو می دیدیم. ضمن اینکه یک برنامه کوهنوردی هر هفته داشتیم که صبح زود تا شب شام بودیم و این برنامه همیشه بود، ثابت بود. ممکن بود 2-3 نفری کار داشته باشن به اصطلاح نیام، ولی برنامه همیشه پا بر جا بود. حالا این برنامه این برنامه بود. روز به روز هم این محفل که بعدا محفل صمد نامیده شد گسترش میافت، تا رسید به سال 1347. تابستونش بود که من
از طریق ژاندارمری دو تا ماموریت گرفتم. به من دو تا ماموریت دادن، ماموریت بازرسی نوار مرزی، خطه نوار مرزی که یکی از جلفا شروع میشد تا شرق کشور برسه نزدیکی های مرز ترکیه، و دومی از خمارلو بود تا بیاد برسه به نزدیکی های همون جلفا. این برنامه اولو من خودم تنها رفتم و از جلفا یه خورده که با ماشین رفتیم دیگه، اونجا ها ماشین رو نبود اون موقع، با اسب و اینا میرفتن. از پاسگاه اول دو تا سرباز گرفتم و با اونا اسب گرفتیم. 10 روزی اونجا بودم. یه چیزایی که اونجا میدیدم واقعا تازگی داشت به من، دیگه توضیح نمیدم پاسگاه‌های ما چه جوری بود، اونا چه جوری بودن، وضع روستاهای ما. وقتی من برگشتم یه هفته 10 روزی در تبریز بودم که آماده شم برای ماموریت دوم. روزی در کافه با بچه ها صحبت می کردیم، بهروز حقی یکی از بچه های محفل که معلم بود و اون موقع مربی کوهنوردی دانشکده تبریز هم بود، علاقمند شد که گفت منم مات میام اگه بخوای. کجا میام؟ ماموریت دوم. ماموریت دوم ماموریت جا... اون ماموریت همینجا آره. نگر دارین قبل از اینکه قسمت دوم، قبل از اینکه بریم سراغ ماموریت دوم، اجازه بفرمایید. حالا دوستان عکس‌هایی هست مربوط است به همون محفل تبریز که شما می‌فرمایید که حالا اسمش شده محفل تبریز، اینا رو اگر لطف کنن دوستان نشون بدن خواهیم دید که چه کسانی بودن، به ویژه چهره‌های شاخصش که این افراد همه از یعنی شدن از رهبران چریک های فدایی خلق ایران. چگونه این محفل شکل گرفت؟ همینطور که دارین میبینین صمد بهرنگی در وسط و کاظم سعادتی و یکی دیگه از رهبران سازمان اون موقع چریک های فدایی خلق، بعدن میشه البته این سازمان، هستن اینجا. باری آقای فراحتی، این محفلی که می‌فرمایید چگونه شکل گرفته بود؟ و من البته تمام این عکساری که نگاه می‌کردم عکس شما توی این محفل نبود، هرچند که ارتباطات شخصی که می‌فرمایید بهروز حقی الان از این محفلی که الان صحبتش می‌شود، بهروز حقی زنده است، او هست و می‌تواند شاهد بله این گفته ها باشد. آلمانم است. بله و ولی این محفل در واقع کاملا سیاسی، محفلی که عرض کردم پایه چریکای فدایی خلق شد، همچی تشکیلاتی شد. و شما چه میکردید در ارتباط با این محفل؟ شما افسر ارتش بودید. این محفل اونجوری که بود نه، این محفل یه محفل روشنفکری سیاسی بود که بیشتر بچه ها کار مهم کتاب خوندن و تشویق دیگران به کتاب خوندن، کتاب بردن به روستاها و کمک کردن به روستاها و اینا بود، در کوهنوردی ها و اینا. کوهنوردی هایی که گاهی مثلا 3 روزه 4 روزه، به ندرت 1 هفته 2 هفته ای هم میشد. بعدش اینا تا موقعی که مثلا صمد و اینا زنده بودن، تا 47 و اینا، صحبتی از این مسائل چریکی و اینا نبود. که بعدا خب دیگه من زندان بودم، من از سال 47 تا 57 تقریبا همش دو سال بیرون بودم، همیشه زندان بودم بعد از مرگ صمد. ولی شنیدم که آقای بله من سال 48 دستگیر شدم. نه حالا میرسیم، حالا به اونجا میرسیم. آزاد شد. شما تا همینجا که داشتین درباره اون محفل من میخواستم بپرسم و بعد ماموریت دومو بفرمایید که داشتین میگفتین که بهروز حقی که عضو اون محفل بود. ماموریت دومو که بله، ماموریت دومو با بهروز حقی، همین که توی که فرمودین اینجا هستش تو آلمانه، قرار گذاشتیم. بهروز اون موقع مربی کوهنوردی دانشگاه بود، یه برنامه کوهنوردی داشتم با بچه ها، گفت میرم اونو به هم میزنم. 2 روز بعدش قرار گذاشته بودیم، دیدم بهروز پکر و دلخور اومده، میگه که نتونستم، بچه ها قبول نکردن. درست در همین موقع صحبت میکردیم، صمد بهرنگی هم
اومد جلو کتاب فروش شمس بود که پاتوق اصلی ما بود. صمد کاملا تصادفی اومد، با ما کاری نداشت، ولی وقتی دید ما اونجاییم با کتاب فروشی کار داشت، ولی وقتی دید ما اونجاییم اومد پیش ما وایستاد و تا فهمید که مسئله ماموریت و بهروزم نمیتونه بیاد گفت من حتما میام. گفت خیلی خوبه، شهریور است که به اصطلاح مدارسم تعطیله، همیشه هم دلم میخواست. منم گفتم برای من چه فرق میکنه، یا بهروز یا تو یا هر کسی دیگه. خلاصه اینجوری شد کاملا تصادفی و من روز ششم شهریور 47 صمد از خونهشون برداشتم با یک راننده گروهبان و با جیپ ارتش رفتیم ماموریت دوم. ماموریت دوم از طرف خمارلو بود، کلیبر و خمارلو اون طرفا بود. اون موقع اونجا یه دهی بود به نام تو علی، یکی از بچه های خیلی خوب محفل ما اونجا بود، زاده اونجا بود و دیپلم بود و همون خطه هم درس میداد، اسمش بهمن بود. بعد خیلی اونجا روستایی ها دوستش داشتن. به صمد گفتم بریم بهمن هم ورداریم، چون این روستایی های کنار مرز آدم های توداری هستن، با غریبه ها زیاد باز صحبت نمی کنن. صمد هم گفت خیلی خوبه. رفتیم پیش خونه بهمن رو پیدا کردیم، شب بود دیگه. بعد بهمن نبود، پدرش ما رو که برد خونه و اینا گفت حتما میاد، این دور براست، جای دور نرفته. فردا منتظر شدیم، باز هم نیومد، یه خورده عصر شد و نیومد. بالاخره روز هشتم من دیگه نمیتونستم وایستم، گذاشت با راننده راه افتادیم و دیگه یه راه 3-4 کیلومتر رفتیم دیگه ماشین رو نبود. من راننده رو برگردوندم خمارلو که باش اونجا، برگشتنه بهش خبر میدیم بیاد. و نقشه منطقه رو هم داشتم، از ژاندرمری گرفته بودم. پیاده یک کیلومتری راه رفتیم، رسیدیم پاسگاه اول. رئیس پاسگاه خب میدونست که ما میاییم اونجا بودیم، یه چای خوردیم و بعد گفتم دوتا اسب زین کردن، یکی من یکی صمد، دیگه دوتایی راه افتادیم. همینجور روستاهای اون کنار مرز هم یه جوریه که چسبیده به مرز نیست، یه فاصله یه کیلومتری نیم کیلومتری دارن. گاهی روستاهایی که سر رامون نزدیکتر بود یه سری میزدیم با اونا صحبت میکردیم و قرار شد که بریم تا آخر. اول یه شناسایی بکنیم رفتنه و برگشتنه دیگه من شروع میکنم کارمو، صمدم میره دنبال صحبت و تحقیق و اون چیزایی که میخواست. کاری که شما داشتین که میگین من شروع میکنم کارمو، هدف از ماموریتتون این بود که برین به عنوان افسر ژاندارمری که اون مناطق رو تحت پوشش داشت، برین، میخوام ببینم من درست فهمیدم یا نه، که برین به اون مناطق سر بزنید، شناسایی بکنید. بفرمایید. نه، اونجا بیماری های مشترک گزارش کرده بودن، بیماری هایی که مشترک بین انسان و دام بود و اینا، و بهداشت محیط و اینا، که من افسر چیز بودم دیگه، افسر بهداشت محیط بودم. رفته بودم برای درمان و این چیزا اونجا و به اصطلاح پیشگیری. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، خلاصه ما همینجوری می‌رفتیم بگو بخند و شاد و شوخی کنان تا شب رسیدیم به یه پاسگاه. اونجا میدونستن پاسگاه کلاله بود. شب اونجا خوابیدیم، روز نهم دوباره صبح حرکت کردیم تو هوای داغ و جاده گرد و خاک چیز و اینا، با نزدیکی های ظهر بود که رسیدیم به اون پاسگاهی که حادثه در اونجا اتفاق افتاد، پاسگاه شامگوالیک. بعد وقتی رسیدیم به این پاسگاه، اونجا 5 تا سرباز بودن فقط. پرسیم رئیس پاسگاه و اینا در زیرا کجان، گفتن که رفتن روستاها به کارهای روزمرهشون، میان یه ساعت دو ساعت دیگه میان. من و صمد نشسته بودیم اونجا، یه آب آوردن خوردیم اینا.
هوا خیلی داغ بود، ما هم گرد و خاک گرفته بودیم. اینا به سرباز ها پرسیدم که شما اینجا چه کار میکنیم تو این گرما، مخصوصا اون یکی که بالای پاسگاه پشت با کشیک میداد. گفتم او خیلی گرمش میدید، گفت هر وقت گرم میشه میریم یه آبتنی میکنیم. من و سمد هم یه نگاهی به هم کردیم و رفتیم کنار آب و لخ شدیم، رفتیم تو آب و جایی که وایستاده بودیم آب از نافمون هم به نافمون هم نمیرسید. یه خورده آبتنی کردیم. خب من شنا خیلی خوب بلد بودم، من از همون بچگی 6-7 سالم بود شنا یاد گرفته بودم و رودخونه هم شنا یاد گرفته بودم. تو ارتش و نمیدونم امجدی و اینا هم این شناگرها به عنوان یه آدمی که شنا و شیرجه هست تقریبا قبولم داشتن. اینجوری که با استاده بودیم بدون اینکه کوچکترین فکری ذکری باشه که خطری در کمین مونست، من به صمد گفتم تو خودتو میشوری اینجا. صمد 29 سالش بود، بزرگ شده کوه و 10 بار ما در کوه لخ شدیم رفتیم تو آب و اینا همین چیزا. اصلا فکرش نبودم که گفتم اینجا هستی من دستی بزنم، 4 تا دست و پا بزنم. بلو شدم روی آب، در مسیر جریان آب یه دست و پا زدم. حدود 30 متر 35 متر چقدر رفته بودم که نعره صمد میخوبم کرد، صدام کرد. برگشتم دیدم صمد تا شونه هاش توی آبه. صمد چیکار؟ اول فکر کردم که میخواد شنا کنه، خودش شوخی میکنه. بعد یه دفعه منو صدا کرد، دیدم که داره میره به طرف جریانم. صمد برگرد چیکار میکنی؟ بعد دیدم تو جریانم. یه دفعه هم صدا کرد، با تمام نیرویی که میتونستم برگشتم. متاسفانه در مسیر برعکس آب بودم، سرعت همو میگرفت نتونستم برسم. یه فقط حدود 10 متر 12 متر صمد فقط 5 ثانیه 5 ثانیه 3 ثانیه، یه 5-6 متر مونده بودم صمد رفت زیر آب. پشت سرش رفتم زیر آب، آبم کدر بود، هیچ جا رو نمیدم چشم باز بود. این بر نگاه کنم و دستام رو باز کرده بودم شاید به دستم بخوره، هیچ نتونستم پیدا کنم. نفسم تمام شد، اومدم بالا نفس گرفتم دوباره، نفس گرفتم دوباره 3-4 بار. هر جا که فکر میکردم یه چیز نمیدونم 6 بار 7 بار دیگه، آخرش وقتی نفس میگرفتم 2 ثانیه هم نمیتونم، احساس کردم که دارم با آب میرم. خیلی چیز بود، تن نیمه جانم رو انداختم. چیز سربازی که شلوارش کشیده بود بالا، 2-3 مترم اومده بود تو آب، دستم رو گرفت اومدم بیرون. هیچ راهی نبود. دفعه دیدم که چیز شد، این جریان حادثه بود. این حادثه را عرض کنم که این حادثه را 6 نفر شاهد بودن. اون سربازی که اون بالا وایستاده بود در پشت بام کشیک بود، پشت پاسگاه، 4 تا سربازی که با شنیدن نعره های ما اومده بودن کنار رودخونه و کاملا میدیدن، یکی من که داشتم جون میکنم. ولی شما اونهایی که اتهام زدن که صمد رو خفه کردن و کشتن و اینا، نه اجازه بدین میرسیم اونجا. در نوشته های اینهایی که میرسیم به اونجا آقای فراحتی، اون بقیه ای که میفرمایید بله جان. بسیار خوب، به گوشم بفرمایید. منظورم اینه که این 5 تا سرباز به عنوان شاهد قضیه اصلا محو شده، سانسور شده و فراحتی شده. خب هنوز نرسیدیم به اونجا، اجازه بفرمایید آقای فراحتی. جان. اون 5 تا سرباز کجان الان؟ شما هیچ وقت بعد از اون حادثه دیدین اینا رو؟ من چه میدونم، نه دیگه، اینو باید یکی میومد که اینا رو چی پیدا میکرد. من که رفتم بازداشت بودم، من چه میدونم کجا بودم. شما رو چند وقت بعد از رفتم اونجا با... شما رو چند وقت بعد از مرگ صمد گرفتن؟ بلا فاصله، یعنی اونجا بازداشت بودم. منو بعد از مرگ صمد من یه
دو هفته سه هفته بازداشت بودم که بازجویی پس دادم و فلان. کجا گرفتن شما رو؟ میگین بلافاصله اون چهار تا سرباز که نمیتونستن شما رو بازداشت کنن، کی و کجا شما رو بازداشت کرد؟ نه آخه نشد که. ببین اجازه بدیم پس توضیح بدم دیگه. من وقتی که اومدم بیرون، سربازها اونجا شاهد بودن. خب این تموم شد، یه ساعت چیز رو سنگ بودم همینجوری تا این استوار چیز رئیس پاسگاه رسید و جریان رو فهمید و اطلاع داد به فرمانده گورهان. فرمانده گورهان فردا صبح ساعت 9 و اینا بود که اومد با اسب اونجا، دفتر دستک شابر تمام اتفاقاتی که افتاده بود دونه دونه از من پرسید، نوشت و صورت جلسه کرد دیگه. خودش امضا کرد، من امضا کردم، کروکی را کشید. بعد رفت توی پاسگاه از سربازهایی که بودن از اونا پرسید و نوشت و اینا. بعد اومد گفتش که بریم دیگه. من گفتم کجا بریم آخرین؟ میخوام اینو ببرم دوستمو. گفت این اتفاقیه که هر از گاهی اتفاق میفته، ما اینجا تجربه داریم، اینا سه روز چهار روز بعدن میان، نمیتونی وایستی اینا. اصرار فایده نداشت. راهی را که با صمد با خنده و شوخی اومد، خدا میدونی من چجوری برگشتم خمارلو. بعد از اونجا هم سرهنگ عطابکی بود رئیس تمام مرزبانی، خورده دلداری داد، یه چایی به من داد. این چای اول چیزی بود که بعد از غرق شدن صمد خورده بودم دو سه روز. بعدش من اومدم با راننده خودم تبریز. بعد بلافاصله شب بود دیگه، رفتم خونه یکی از دوستان، جریان رو بهش گفتم. اون دوستم تلفن کرد، چند نفر از بچه های محفل، کاظم سعادتی بود اومد، فریدون قره‌چورلو بود اومد، نصرت اسدی مرحوم بود اومد، غلام حسین صدیق بود، زنده است، داوود ترابی و یکی دو تای دیگه اومدن اونجا. بعد من داستانی که پیش اومده بود گفتم. اصلا شبی بود، همینجوری مونده بودیم چی کار کنیم چی کار نکنیم، هیچ کس نمیتونه، هر کسی چیز کرده. آخرش این آقای قره‌چورلو که اصلا ما بزرگتر بود و اینا، گفتش که حمزه تو فردا برو سربازخونه، کار کوچیکی هم نیست، مسائل سربازخونه رو تو انجام بده، ما خودمون میریم به خانواده صمد و دیگران اطلاع بدیم. که من صبح زود این چهار پنج روز، سه چهار روز نخوابیده فلان اینا، گذاشتم رفتم پادگان که من دیگه اونجا بازداشت شدم. دو هفته اونجا بودم. اون چیزی که در بیرون اتفاق افتاد، یعنی دو تا مسئله کاملا چیزه، یکی این که چه بلای سر من اومد، یکی این که در بیرون چه خبر بود. اجازه بفرمایید آقای فراحتی اینا رو در بخش دوم برنامه صحبت بکنیم. برای این بخش نخست بی پرده بی تعارف با شما آقای حمزه فراحتی وقتمون چند لحظه دیگه تمام می شود. به ویژه همین قسمت که داریم صحبت می کنیم از نظر تاریخی بسیار مهم است. در نهم شهریور 47 صمد بهرنگی در رودخانه ارس به گفته آقای حمزه فراحتی غرق می شود. با حضور آقای فراحتی و پنج سرباز دیگر، از سرنوشت اون پنج سرباز خبری نیست. آقای حمزه فراحتی رو دو روز بعد در پادگان تبریز بازداشت می کنن. در بخش دوم برنامه مشخص‌تر به پیامدهای مرگ صمد بهرنگی خواهیم پرداخت. شب و روزگار خوش.